برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. رسانه های پاکستانی از افزایش قربانیان ناشی از باران های موسمی و رانش زمین در این کشور خبر دادند. بر پایه گزارش ها در پی حوادث طبیعی چند روز اخیر در ایالت های پنجاب، خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان دست کم 76 تن جان باخته و 133 تن دیگر نیز زخمی شدند. بیشتر قربانیان این حوادث زنان و کودکان هستند. پیشتر مقام‌های پاکستان اعلام کرده بودند که سیلاب‌ها و رانش زمین پس از دو هفته باران‌های موسمی در این کشور دست کم 50 کشته به جای گذاشته است. بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی پاکستان، این کشور در روزهای آینده شاهد بارش باران‌های سنگین‌تری در این کشور خواهد بود. یک گروه کمک به پناهجویان میگوید دست کم 300 پناهجو در نزدیک جزایر قناری اسپانیا مفقود شدند. این گروه مددرسان روز یکشنبه 18 تیر اعلام کرد که حداقل 300 پناهجو که با 3 قایق از سنگال به سمت جزایر قناری اسپانیا در حرکت بودند ناپدید شدند. یک عضو این گروه به رویترز گفته که 2 قایق، یکی حامل 65 سرنشین و دیگری با 50 تا 60 سرنشین، 2 هفته قبل زمانی که سنگال را به مقصد اسپانیا ترک کردن ناپدید شدند و تاکنون هیچ اثری از آنان یافت نشده است. یک قایق دیگر هم با 200 سرنشین حدود 12 روز پیش از سنگال به مقصد اسپانیا حرکت کرد که از آن نیز اثری در دست نیست. دبیرکل سازمان ملل گفته است که قاچاق انسان یک صنعت نفرت انگیز چند میلیارد دلاری است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز یکشنبه 18 تیر با نشر توییتی گفته که قاچاق انسان یک صنعت نفرت انگیز چند میلیارد دلاری بوده و تجاوزی بسیار مکرر به حقوق مردم است. وی اضافه کرده که باید تلاش شود تا جنایتکاران به دست عدالت سپرده شوند و به قربانیان نیز کمک شود تا زندگی خود را بازسازی کنند. گفتنی است که 30 ژوئیه روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان نامگذاری شده است. نیروهای ستاد عملیات الهشت و شبی در نینوا و ارتش عراق 3 پناهگاه سنی‌های تندروی داعش را در جنوب شرق موسل کشف کردند. نیروهای امنیتی عراق عملیات گسترده‌ای را برای تعقیب عناصر باقی مانده داعش در جنوب شرق و شرق موسل انجام دادند. نیروهای امنیتی عراق برای اطمینان از عدم ظهور مجدد داعش و عناصر فراری آن به جستجو، پاکسازی و تعقیب بقایای داعش در سراسر کشور ادامه می‌دهند. هیئت نمایندگی دفتر مرجع عالی‌قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مزار شریف کشور افغانستان طی حضور در حسینیه قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام در منطقه در صوفه افغانستان با هیئت امنای این حسینیه دیدار کرد. تا این دیدار سلام و دعای آیت الله العظمی شیرازی و برخی از توصیه های معظم الله به میزبانان ابلاغ و سیستم صوتی حسینیه حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام از سوی دفتر مرجعیت تأمین و به هیئت امنای این حسینیه تحویل داده شد.